دوستان سلام شیرین بیان برخلاف نام خود تلخ است اما خواص فوق العاده ای دارد شیرین بیان گیاه بومی اروپا و آسیا است با گذشت زمانی گیاه وارد چین شد و گیه مهم به گیاه مهمی در طب سنتی چین تبدیل شد شیرین بیان یکی از تعم دهنده های مواد غذایی و فرآورده های غذایی است در کنار اینها شیرین بیان دارای خواص درمانی فوق العاده ای نیز هست از شیرین بیان برای درمان سرفه می توان استفاده کرد این گیاه در ترکیب شربت های ضد سرفه استفاده می شود. شیرین بیان منبع خوبی از ویتامین B1، B2، B3، B5 و ویتامین E است. همچنین حاوی مواد معدنی مانند فسفر، کلسیوم، کولین، منیزیم، آهن، پتاسیم، سلنیوم، سیلیکون و روی است. شیرین بیان مخزنی از مواد مغذی گیاهی شامل بتاکاروتن فنول، اسید فرولیک و بسیاری مواد مغذی دیگر است. از خواص درمانی فوقالعاده شیر مایان می به درمان آفت یا زخم دهانی، درمان اختلالات مده، حفاظت از کبد، کاهش استرس، درمان روماتیسم مفصل، برطرف کردن علائم یائسگی و سندروم پیش از قاعدگی، پیشگیری از سرطان، درمان بیماری سل، درمان عفونت ها، تقویت سیستم ایمنی بدن، درمان اختلالات تنفسی، کاهش ابتلا به آتروسکلروز کمک به لاغری، کمک به سمزدائی بدن، افزایش باربری زنان، درمان زخم مده، درمان هپاتیت، مراقبت از پوست و مو و افزایش سلامت قلب و عروق اشاره کرد. ریشه شیرین بیان دارای خواص دارویی برای درمان بیماری های مده و روده است. همچنین فواید فراوانی نیز برای پوست صورت و عموی سر دارد. وجود مقادیر بالای ویتامین ها، مواد معدنی و روغن و فلنوید، در ریشه شیرین بیان و خواص ضد التهابی ریشه شیرین بیان به درمان آکنه و جوش صورت و قرمزی ناشی از جوش کمک میکند. ریشه شیرین بیان از بهترین روش های گیاهی و طبیعی برای پیشگیری و درمان آفتاب سوختگی محسوب می شود. شیرین بیان حاوی ریزین است و این ماده موجب سمزدایی و پاکسازی کبد می شود و به دلیل خواص ضد التهابی که دارد اثرات استرس اکسیداتیو بر روی کبد را کاهش می دهد. مصرف ریشه شیرین بیان می به درمان کبد چرب غیر الکلی کمک کند. ریشه شیرین بیان دارای خواص ضد التهابی است و می از آن برای درمان سندرم پیش از و همچنین درد پریود استفاده کرد. همچنین مصرف ریشه شیرین بیان در دوران در یائسگی، گور گرفتگی را به طور قابل ملاحظه ای کاهش می دهد. ریشه شیرین بیان با افزایش سطح هورمون تستوسترون و افزایش تعداد اسپرم در مردان به درمان اختلالات نوز و باربری در مردان کمک میکنند. طب سنتی چینی از شیرین بیان برای درمان انواع سرطان استفاده میکند برخی تحقیقات نشان دادند که ریشه شیرین بیان میتواند به درمان سرطان سینه و سرطان پروستات کمک کند از افونت های رایج دستگاه گوارش آلودگی به باکتری هلیکوباکتر پیلوریس که منجر به گاستریت و زخم مده و زخم گوارشی و در نهایت سرطان مده می شود. شیرین بیان یکی از گیاهان دارویی است که در درمان عفونت های باکتری هلیکوباکتر پیلوری استفاده می شود. اسید گلیسریزین موجود در شیرین بیان می تواند در برابر رشد هلیکوباکتر پیلوری از فرد محافظت کند و می تواند اثرات درمانی در علائم سوء یا هضم اختلال ایجاد کند. شیرین بیان باعث از بین رفتن میکروب های معده می شود و باکتری مولد زخم معده را از بین می برد. با افزایش میزان استرس بدن اسید معده هم افزایش می یابد که درد شدید و التهاب را به دنبال دارد شیرین بیان در کاهش استرس و کنترل هورمون استرس کورتیزول نقش دارد بنابراین با مصرف شیرین بیان می توان هورمون استرس را کنترل کرد اگر شیرین بیان بیش از حد مصرف شود ممکن است منجر به سطوح خطرناک پتاسیم پایین شود که میتواند منجر به بیماری های قلبی و همچنین ضعف عضلانی شود این گیاه را میتوان برای بسیاری از افراد که شرایط پزشکی خاصی دارند یا داروهای خاصی مصرف می کند که با ترکیبات زیست فعال آن تداخل دارند منع مصرف داد به عنوان مثال برخی از داروهای بیماری های قلبی سازمان غذا و داروی ایالات متحده هشدار میدهد که برای افراد بالای چهل سال خوردن دو اونس شیرین بیان سیاه در روز به مدت حداقل دو هفته می تواند باعث بستری در بیمارستان شود بنابراین تعداد روزهای مصرف این گیاه را محدود کنید و مطمئن شوید که بیشتر از این گیاه را مصرف نکنید اگر سابقه بیماری قلبی و یا فشار خون بالا دارید حتما به مقدار مصرفی که میخورید دقت کنید و مطمئن شوید که از مصرف سایر غذاهای موزر برای قلب خودداری میکنید در غیر این صورت ریشه شیرین بیان برای خوردن بی خطر است و میتوان از آن برای بسیاری از جنبه های سلامتی استفاده کرد اما ماسک شیرین بیان با داشتن مواد مغذی خود میتواند به خوبی پوست را تغذیه کند و باعث سلامت پوست شود ماسک شیرین بیان سبب درخشندگی و زیبایی پوست می شود. شیرین بیان خاصیت ضد التهابی دارد و از این طریق تیرگی یا سرخ شدن پوست که حاصل التهاب است را بهبود می بخشد. ماسک شیرین بیان حاوی ماده مغذی به نام فلانوید است که به رفع لک های پوست کمک می کند. ویژگی ساختاری فلانوید باعث پراکنده شدن ملانین در سطح پوست می شود. گسترده شدن ملانین در سطح پوست سبب روشن شدن پوست شده و لکای پوست را از بین میبرد اسره شیرین بیان در ترکیبات زیبایی به عنوان شفاف کننده پوست به کار میرود و میتوان از اسره شیرین بیان در ترکیبات کرم های آرایشی صورت نیز استفاده کرد ماسک شیرین بیان برای انواع پوست های چرب و خشک مناسب است اما طرز خوردن شیرین بیان برای تهیه شربت شیرین بیان باید ریشه بدون پوست گیاه شیرین بیان را پودر کنید و پودر به دست آمده را با آب مخلوط نمایید و آنقدر بجوشانید تا غلیظ شود سپس آن را مصرف کنید اوسره یا عرق شیرین بیان از اوسره شیرین بیان حداکثر سی میلی لیتر در روز می توانید استفاده کنید و پودر ریشه شیرین بیان روزانه حداکثر تا 75 میلی گرم در روز برای مصرف مجاز است برای تهیه دمنوش شیرین بیان باید یک قاشق چایخوری پودر ریشه شیرین را با یک لیوان آب جوش مخلوط کنید و اجازه دهید به مدت 10 دقیقه دم بکشد. سپس می توانید از این دمنوش بنوشید. از فواید دمنوش شیرین بیان می توان به این موارد اشاره کرد. کاهش دردهای قاعدگی، محافظت از دهان و دندان. شیرین بیان حاوی خواص ضد باکتری و ضد میکروبی است. به همین دلیل مانع از رشد باکتری ها در دهان و دندان می شود. همچنین دمنوش شیرین بیان بوی بد دهان را نیز از بین می بارد. از دیگر خواص دمنوش شیرین بیان می توان به سمزده بدن، افزایش گردش خون، درمان کمخونی، درمان افونت های عصبی، درمان افسردگی، کاهش استرس، کاهش سطح کلسترول بد خون و درمان افونت های عصبی اشاره کرد. اگر شما هم در این مورد تجربه دارید لطفا در قسمت کامنت ها با ما در میان بگذارید و برای حمایت از ما تنها کافیست این ویدیو را لایک کنید.